درود ویژه دارم به همه شما دوستان عزیز در این بخش میخوام در مورد یک گدایی عجیب و غریبی از جریانات اپوزیسیون برانداز از آمریکا داشته باشم که اینها اونم به آمریکا میگن تو رو خدا یعنی چشمشون برای نجات مملکت به زمع خودشون اینکه حالا کشور ما غرق نشده که بخواد کسی نجاتش بده مشکلات داریم همه دنیا برای منی که حداقل الان دیگه بیش از سی کشور دنیا رو دیدم و همچنان در سفر هستم مثل مارکوپولو برای من دیگه یه سری چیزا طبیعیه هر کشوری مشکلات خاص خودشو داره با توجه به من مسئله اقلیمی موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکس و و فرهنگ و ترکیب چینش اقوامش اینا مشکلات خاص خودشو داره ایرادات خاص خودشو داره نقاط قوت خودش هم داره کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و من تا زمانی که تو ایران بودم فکر میکردم خیلی بدبختیم همش میگفتم آی ما ایران چرا اینجوریم خوش به غربیا بعد که اومدم در خارج از کشور نه همه این مشکلات دارم ولو به اینکه تازه ما دارای یک اقتداری هم هستیم چون در تمام دنیا تسلیم مافیای بینظمی جهان شدن و تمام این شرکت های گلوبالیستی و این شرکت های وابسته به سهیونیسم جهانی از کوچیکترینش کوچکترینش همین خوراک خوردن بیگ مک هایی که هست به مانند مکدونال اینها همه جریانات سهیانیسی هستن که در تمام دنیا اومدن مثل قارچ سمی رو به وجود آوردن و همیشه مثلا تو ایران که بودم ناراحت بودم چرا ما مکدونالد نداریم چقدر ببخشید احمقانه فکر میکردم یا کودکانه وقتی که دنیا رو دیدم دیدم نه این نه تنها ایراد نیست که باید افتخارمون باشه که ما اگر قهوه خونه ای داریم هنوز قهوه خونه یا حتی کافی شاپ میذاریم کافی شاپ های ایرانی است باز یعنی چیزش صاحبش اینا همه چی ایرانی وابسته به مافیای اقتصادی صهیونیسم جهانی مثل این قهر... کافی شاپ ها یا اه... کافی های به نام مثلا استار باکس که مال صهیونیست است نیست حالا اینا رو بذاریم که اینا, اینا مقدمه کوتاه بود جریان اه... برانداز به ویژه رضا طلب دم از میهن پرستی میزنه ولی میهن پرستی اینا خیلی فیکه و هر روز دارن اینا سقوط میکنن یکی از این چهره که من تصویرش رو نشان نخواهم داد ولی که سطحش پایینه ولی صداش رو پخش میکنم در برنامه خودش که دوستان برای من فرستادن داره رسما میگه که آقا ما تا زمانی که ترام هنوز هست روی کار فرصت داریم جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم یعنی رسما داره میگه آقا ما چقدر تفکراتمون کثیفه صحبت های این فرد رو با هم دیگه گوش میکنیم ولی تصویرش رو نمیبینیم به خاطر اینکه برنامه من ارزش داره نمیخوام با تصویر اینجور افراد کلاس این برنامه رو پایین بیارم دیگه دیشب مجبور شدم در مورد که برنامه رو تو یوتیوب گذاشتیم با ازار بدبختی دیشب دیگه میخواستم در مورد همه این جماعت یک صحبتی کردم دیگه هر چهار پنج سال یک بار از این بی کلاسی ها میکنم که در مورد این جماعت صحبت کنم گوش کنیم چی میگه؟ اگه قدیم مدخی رو می آوردن الان میان و امیر احمدی رو اگه قبلا با اون تجزیه طلب میشستن امروز با این تجزیه خب اینجا خیلی جالبه حالا البته ربطی به برنامه هم نداره میخوام بگم ایشون داره چی میگه توی برنامهش داره حمله میکنه به رسانه های لس آنجلسی که شما اگه قبلا اون تجزیه طلب رو میآوردید الان یک تجزیه طلب رو دیگر میاری منظورش هم آقای شهرام همایونه و خب خیلی بر من جالبه این فرد به عنوان یک رضا طلب نمیفهمه که آقای رضا پهلوی حتی تو فایل صوتی هم خودش داره میگه میگه من با سازگارا با آقای شهریار آهی با آقای شریعت مداری با اینا دم خوره اینو نه من اینو نمیفهمم دیشم هم توضیح دارم استاندارد دوگانه واقعا مشمئز کننده رضا طلبوار رو من نمیدونم اگه آقای رضا پهلوی دیروز با اون تجزیه طلب میشد امروز با یه تجزیه طلب دیگر مینشینن این برای آقای رضا پهلوی شما هم ست میکنه میگن نه ایشونو ما کاری نداشته باشیم به بقیه گیر بدیم اینا نکات جالبیه واقعا یه این موضوع بحث من نبود نظر من خود شخص شاهزاده باید وارد عمل بشه چهار تا کشیده ای رضا شاهی به اینها بزنه چهار تا رضا پهلوی رضا دیوای بچه سسول چهار تا کشیده رضا شاهی بدن باش که تا بزنه خیلی مستحکم بیاد تو صحنه و درب تمام اینها رو تخته کنه به باور من چون قدرتش رو داره اعتبارش رو داره و میتونه این کار رو انجام بده زمان هم زمان مناسبی هست آها. بعضی مواقع زمان ها که از در... این زمان زمان مناسبی سال الان در ادامه میگه میگه تا زمانی که ترامپ رو کاره از رفت خیلی سخت میشه بازگردون اومدیم و یک سال دیگه یک سال و نیم دیگه یه دموکرات صد پله بدتر از حسین اوباما اومد تو کاخ سفید دوستان نگاه کن آینده مبارزات سیاسی شو داره رو کی میچینه روی کاخ سفید میچینه که چه کسی تو کاخ سفید میگه الان زمان زمان مناسبی است نباید از کف بره شاید فرد و روزگاری یک دموکراتی چون حسین اوباما اومد توی کاخ سفید یعنی چی از اینا میگن ما میهن پرستیم جمهوری اسلامی وطن فروشه بعد اینها این, این دوزاریا بچه حزب الله رو مسخره میکنن میگن شما عرب پرستی رو به حجاز نماز میخونید آقا تو هم خب رو به کاخ سفید نماز میخونی مدار ما مدار تیسفونه مدار ما قبله ما قبله که واژه عربیه واژه قشنگش میشه پرستش سو پرستش سو ما به سمت ایران پسر جان اگر تو بچه از یه رو گیر میدی خودتو که قبلت شده کاخ سفید حالا ادامه فرض دیگه و مماشات گسترده با جمهوری اسلامی کرد جمهوری اسلامی هم پشت پرده مماشات کرد از این تو سر مردم بزنن حالا اینا که رو بی سوادی هاشونه فکر میکنم مثلا اوباما عاشق چشم و ابرو جمهور نبود سیستم اتمن اوباما اینا میخواستن ایرانو به شکل خیلی وحشتناکی جمهوری اسلامی رو برانداز کنن و عقیم کنن اونها روش پلیس خوبه دارن آقای ترام روش پلیس بعد حالا اینا بحثی که اصلا شما شعورش آقای رضا باز نداری منم تکرار نمیکنم فقط میخوام ماهیتتون رو نشون بدم قبلتون کجاست ماهیتتون رو نشون بدم چقدر شماها واقعا ملیگرا هستید مردم هم فقیر و بعد باشن هیچ دیگه حامی هم ندارن دیدید که مردم دی ماه 96 ریختن خیابون پرزیدنت دونالد ترام جلوتر از تمامی رهبران اپوزیسیون اومد توییت زد و حمایت کرد از مردم چه شاخ قولی شکون ببین چه جوری با چه غروری میگه پرزیدنت یه بار دیگه گوش کنیم دی ماه 96 ریختن خیابون پرزیدنت دونالد ترامپ جلوتر از تمامی رهبران اپوزیسیون اومد توییت زد و حمایت کرد از مردم این ماهیت واقعی این جماعت بعد میگن چرا امید دانا ما رو ول کرد فلان شد ما گول خوردیم از امید نه بابا جان ماهیتتون وطن فروشی است چگونه میتونه امید که دم از ایران میزنه سر سفره پدر مادرش بزرگ شده این چنین با غرور نام یک رئیس جمهور بیگانه که ضد کشور ما هست من کشور مصنوعی و کشور بی تمدنی داره همچون آقای ترامپ اینجوری با غرور صدا کنه و در کنار شما تعریف بشه دونالد ترامپ بیانیه داد برای مثلا 96 غلط کرد آقای ترامپ که بیانیه داد برای نورشش. به او چه ربطی داره الان ایشون زرنگ تمام این مخالفت هایی که با خودش شد تو کشور خودش رو اونها رو گوش میکرد نه اینکه سرکوب کنه مگه کم مخالفین ترام من بگم البته من بین رئیس جمهورای آمریکا من ترجیحم همیشه ترام بوده به خاطر دلایلی که دارم ولی در داستان خودش که آقای ترام تمام مخالفین خودش که سرکوب کرد پسر جان اینجوری با غرور میگی ترام ترام میکنی ولی دیگه نمیتونه بیاد که رهبری مردم رو هم بکنه پرزیدنت ترامپ اینو باید در نظر داشته باشید <تصفيق> <تصفيق> دیگه دیگه ترامپ نمیتونه بیاد رهبری بکنه یعنی اگر ترامپ بتونه اینا راضی نمیگه که آقای ترامپ حق نداره بیاد بیا مثلا رهبری مردم ایران رو بگیره میگه نمیتونه یعنی حالا اگه فرض کنیم آقای ترامپ یه خود رو تو آمریکا کم کنه بخواد رهبری مبارزات مردم ایرانو علی جمهوری اسلامی تو دست بگیره اینا میگن اوکی دیگه مشکلی نداریم جایی هم که دستش به هم به نظر من کمک هم کرد عجب رهبری که دیگه نمیتونه بکنه بگه مردم برید اونجا رو بگیرید اینها من اینا زیر ادامه ندارم چون در حدی نیستند که بخوایم بیشتر هم ادامه بدیم اینها دیسکورسشون اینه دیسکورسشون دیسکورس ذلت ملی است اینها همانند رجال قاجار یا برخی از رجال دوران پهلوی یا هم همچنان الان هم میبینید دیگه جریان گفتمان تسلیم همچون زیبا کلام ها و این تیفه واقعا چندشاور اینها زاویه دیدشون اینه نگاهشون به قرب این شکلیست است اصلا یک بار این آدم از خودش نیپرسه که آقا ترام غلط میکنه در مورد کشور من نظر بده یک بار با خودش این آدم فکر نمیکنه که با خودش بگه آقا گور پدر جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی چهل سال اومده آمریکا اگر دوست ما بود آن زمان که ملت ایران داشتن در پسا جنگ جهانی نخست یا در خلال جنگ جهانی نخست ده میلیون ده میلیون ما کشته شدن سر قهدی و میلیون میلیون ما جان میواختن در اون دو سال واقعا وحشتناک که 1296 تا 1298 اگر آمریکا یا به فکر ما بودن چرا کمک نکردن کمک کردن البته فقط به یهودی های ایران کمک کردن اومدن و خوراک و فقط به یهودی های ایران دادن جوانان ایران اینا رو باید بدونن آمریکا یا این دیگه صحبت الان شان سال چندیم 1397 داره تموم میشه بریم 98 این هم آخرین برنامه من در سال 1397 من دارم در مورد 1296 صحبت میکنم یعنی یک چیزی نزدیک به 100 سال پیش صد سال پیش آمریکایا وقتی که دیدن ایرانی ها گشنن انگلیس و شوروی و اینا با کارها اصل داستان هم مال انگلیس بود با کارهایی کردن یک بخشی هم مقصر عثمانی بود البته با کارهایی که کردن ایرانی ها قحطی بزرگ بهش میگن هولوکاستی که برای ما ایرانی ها به وجود آوردن ده میلیون جمعیت ایران کشته شد آمریکایا فقط و فقط به بخش اقلیتی به نام یهودیا کمک کردن که اینا گشنگی نمیرن و در همون زمان ها آقایون سناتورهای آمریکایی با پالتو خز و با پالتو چرم و اینا تو خیابون ما میچرخیدن و ملت ما از گشنگی و سرما و تشنگی در خیابان ها تلف میشدن جمعیت 20 میلیونی ایران شد ده میلیون هنوز که هنوز برخی از اسناد اون موقع که آزاد شده در خود آمریکا پشت آدم میلرزه یک کتابی هم در همین مورد چاپ شد من برنامه ساختم این آدم از خودش نمیپرسد که جمهوری اسلامی چهل سال اومده آمریکایا در دوران دو اول پادشاهی پهلوی در ایران چه میکردن این آدم از خودش نمیپرسد که زمانی که انگلیس و شوروی خواستن رضا شاه رو با اون شکل تحقیرآمیز از کشور ما ببرن ها کجا بودن و چه موضعی گرفتن اون موقع رئیس جمهور آمریکا روزولت بود دیگه یکی از پیشنهاد دهندگان تبعید رضا آمریکا بود آقای روزولت بود بعدا هم که بدون خبر از اینکه به پادشاه جوان بدن محمد رضا شاه آقایون جمع شدن که من اینو اومدم تو برنامه هم گفتم بعد دیدم همه اینو دست گرفتن از اون آقای علیزاده آقای رایفی پور همه اینا هم گفتن دمشون هم گرم مطرح کردم که آقا جان سه تا رئیس جمهور سه تا رهبر بزرگ جنگ جهانی دوم و جهان میان در تهران جلسه میزنن به پادشاه ما خبر نمیدن یکی یک از کسانی که پیشنهاد داد که اصلا آقا این محمد رضا شاه رو بازی ندید آقای روزدلت آمریکایی بود این آدم با خودش نمیگه که اگر آمریکا یا کارشون درست بود چگونه جلوی ارتش ایران رو گرفتن که کودتا نکنن علی آقای خمینی و دیگر شورشیان پنجاف آقای هایزر رو آوردن هزاران سند وجود داره حالا اگر میخوایم بریم برخی دوستان حزب اللهی میخوان تعریف کنن آره انقلاب کردن که اینا کمیکه من ببخشید من به عنوان یک انسان آزاده یاد گرفتم هر اندیشه سیاسی که دارم ولی مستقل و بر اساس حقایق تاریخی بحث کنم نه بر اساس تعصب و عشق و علاقه و نفرت خب آمریکایی‌ها نذاشتن کمک کردن و ایشون از اگه خوبن عکس آقای خمینی چون میگه من شاه پرستم دیگه برای که شاه یه خورده جلو اینا وایسار شاه رو خواستن حذف بکنن عکس آقای خمینی هر روز روی نیویورک تایمز و تمام به دستور سی آی ای در تمام رو به مهمترین بخشای پروپاگاندای رسانه‌ای آن زمان قرار گرفت حال تاریخ رو نخونده به دنیا اومده فقط فهمیده آقا جمهوری اسلامی بده بعد میاد جمهوری اسلامی بعد بره خب چه جوری بره بریم کمک بگیریم از آقای ترامپ بعد این آدم گفته بود من توی وبسایت هم بعد یه دونه روز شمار بزنم که چند روز دیگه ریاست جمهوری آقای ترامپ تموم میشه و ما چقدر دیگه وقت داریم جمهوری اسلامی رو برانداز کنیم فارق از این که حرفایی که میزنن کمیک و خنده داره و ما میتونیم بهش بخندیم ولی نکته ای که وجود داره وطن فروشی است که در این حوزه ما داریم میبینیم اوج رزالته که در این حوزه داریم میبینیم و انقدر اینها افراد حقیر و کوچکی هستن من روم نشد تصویرشو نشون بدم به حال این بخش برنامه رو میبنده هممون هم باید یاد بگیریم با هر اندیشه سیاسی سی با, با هر اندیشه مذهبی اصلا با خدایی یا بی خدا حزب هستی یا غیره خ... حامی جمهوری اسلامی هستی یا مخالف جمهوری اسلامی حامی محمد رضا هستی یا مخالف محمد رضا باید یاد بگیریم هر چی هستیم کمک خارجی خط قرمز باید بشه در یوزگی از بیگانگانی که در طول تاریخ حداقل دو ساله ما ثابت کردند که خیرخواه ما نیستن خط قرمز ما باید باشه. ما باید یاد بگیریم اگر اتفاقی هم میخواد در کشورمون بیفته این اتفاق از جنس ایرانی باید باشه دیگه کار نداشته باشیم کاخ سفید چه خبره؟ اینگونه باید به غذا اگر نگاه میکردیم امروز روی گنج نمیشستیم که حسرت دیگران رو بخوریم اروپا بابا اینا یک مش کشورهای فقیر سرد در داغونن کشورهای اروپایی اروپا اروپا برای اونایی که ندیدن برای اونایی که یا در ایران بسیار وضعیت مالیشون بد بوده اومدن اینجا و افتخار میکنن میرن ظرف و توالت و اینا میشورن افتخار میکنن شغل رو میگیرن که شغل های خدماتی برای کودکان و پیرزن پیر, پیر های اروپایی است این برای اونها افتخاره وگرنه در اصل ایران با همین وضعیت اکنون با همین تروریسم اقتصادی که برش تحمیل شده شما برید دهات های ایران رو ها ببینید اینو من میگم خیلیاتون قبول نمیکنید ولی برید در روستاهای ایران بعضن روستاهای ایران برابری میکنه با کلان شهرهای اروپا کلان شهرهای به مانند لندن شما برید اروپا چیزی نگاه کنید قشن تهران رو بررسی کنید یک مقدار اگه ما دلمون برای کشور خودمون میسوز، یک مقدار اگه این ماشین ما تو اون اگزوزش خیلی چیز نمیکرد این اگزوز مشکل نداشت هوامون اینقدر آلونه نبود در خیلی از حوزه ها ما سرتریم همین الان همین الانش سرتریم مشکل ما عدم خود کمبینی نیست که حتی اگر میخوایم تو چارچوب سیاسی هم تغییر سیاسی در این کشور به وجود بیاریم براندازی کنیم نشیم به مانند این رضا طلب مفلوک که میگیم زود بجنبیم که کاخ سفید یه دموکرات نه یا تا آقای ترامپ هست کار رو تموم کنیم به این میگن از خود هیچ نداشتن خود کمبینی باور نکردنیه این بخش برنامه رو میبندم دوست داشتم اینو برجسته کنم این ها رو داشته باشم به حال با این افراد با این زاویه دید هر حکومتی بره بیاد وضع ما بدتر میشه ما باید زاویه دیدمون رو درست کنیم مشکل ما مشکل دیدمونه مشکل ما کم آگاهی و کم دانشی از تاریخ کشورمونه اگر تاریخ کشورمون رو می‌خوندیم به عنوان یک کسی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم نمی‌رفتیم دست به نامن آمریکا و اسرائیل بشیم مشکل ما ایناست مشکل ما اینه که نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم چون نخوندیم و چون نمیفهمیم دهن گشادشون رو وا میکنن و توهین میکنن به افرادی چون امید دانا که خانده و با یک بینش ژرف هم خانده و هم داره تجربی میره همه رو میگرد آخه اینا میگم میان اروپا و یا در خارج هستن وضعیت زندگیشون جوریست نه که مثلا نداشته باشن یا داشته باشن من به اون وارد نمیخوام بشم سیستم زندگیشون اصلا گدا صفتی است همین نمیبینن دنیا رو اصلا بررسی نمیکنن نه به صورت تئوری بررسی نمیکنن نه به صورت تجربی من هم دارم تئوری میخونم هم تجربی دارم میرم سفر میکنم میبینم ایران ما خیلی بالاتر از خیلی از این کشوراست بگذاریم میبندم این بخشو اجازه بدید